یوحنا فصل 11. مرد به نام العازر از اهالی بیت انیا یعنی دیکده مریم و خواهرش مرتا مریض بود. مریم همان بود که به پاهای خداوند عطر ریخت و آنها را با موهای خود خوش کرد و اکنون برادرش العازر بیمار بود. پس خواهرانش برای عیسی پیغام فرستادند که ای خداوند، آن کسی که تو او را دوست داری بیمار است. وقتی عیسی این را شنید گفت این بیماری به مرگ او منجر نخواهد شد، بلکه وسیله برای جلال خداست تا پسر خدا نیز از این را جلال یابد. عیسی مرتا و خواهر او و العازر را دوست می داشت. پس وقتی از بیماری العازر با خبر شد، دو روز دیگر در جایی که بود توقف کرد و سپس به شاگردان گفت بیایید باز هم به یهودیه برویم. شاگردان به او گفتند هی استاد، هنوز از آن وقت که یهودیان می خواستند تو را سنگسار کنند چیزی نگذشته است. آیا باز هم می خواهی با آنجا بروی؟ عیسی جواب داد آیا یک روز 12 ساعت نیست؟ کسی که در روز راه می رود لغزش نمی خورد، زیرا نور این جهان را می بیند. اما اگر کسی در شب راه برود می لغزد، زیرا در او هیچ نور وجود ندارد. عیسی این را گفت و افزود دوست ما العازر خوابیده است، اما من می روم تا او را بیدار کنم. شاگردان گفتند ای خداوند، اگر او خواب باشد حتما خوب خواهد شد. عیسی از مرگ او سخن می گفت، اما آنها تصور کردند مقصد او خواب معمولی است. آنگاه عیسی به طور واضح با آنها گفت العازر مرده است، به خاطر شما خوشحالم که آنجا نبودم، چون حالا می توانید ایمان بیاورید. بیایید پیش او برویم. توما که او را دوگانگی می گفتند به دیگر شاگردان گفت بیایید ما هم برویم تا با او بمیریم. وقتی عیسی به آنجا رسید معلوم شد که 4 روز است او را دفن کردند. بیت انیا کمتر از نیم فرسنگ از اورشلیم فاصله داشت و بسیاری از یهودیان نزد مرتا و مریم آمده بودند تا به خاطر مرگ برادرشان آنها را تسلی دهند. مرتا همین که شنید عیسی در راه است برای استقبال او بیرون رفت، ولی مریم در خانه ماند. مرتا به عیسی گفت خداوندا، اگر تو اینجا می بودی برادرم نمی مرد. با وجود این می دانم که آلا هم هرچی از خدا بخوایی به تو عطا خواهد کرد. عیسی گفت برادرت باز زنده خواهد شد. مرتا گفت می دانم که او در روز قیامت زنده خواهد شد. عیسی گفت من قیامت و زندگی هستم، کسی که به من ایمان بیاورد حتی اگر بمیرد زندگی خواهد داشت، و کسی که زنده باشد و به من ایمان بیاورد هرگز نخواهد مرد. آیا این را باور میکنی؟ مرتا گفت آره خداوندا، من ایمان دارم که تو مسیح پسر خدا هستی که میباید به دنیا بیاید. پس از این که این را گفت رفت و خواهر خود مریم را صدا کرد و به طور پنهانی به او گفت استاد آمده است و تو را می خواهد. وقتی مریم این را شنید فوراً برخاست و به طرف عیسی رفت. عیسی هنوز به دیکده نرسیده بود، بلکه در همان جایی بود که مرتا به دیدن او رفت. یهودیانی که برای تسلی دادن به مریم در خانه بودند، وقتی دیدند که او با عجله برخاسته و از خانه بیرون می رود به دنبال او رفتند و با خود می گفتند که او می خواهد به سر قبر برود تا در آنجا گریه کند. همین که مریم به جایی که عیسی بود آمد و او را دید، به پاهای او افتاده گفت خداوندا، اگر در اینجا می بودی برادرم نمی مرد. عیسی وقت او و یهودیان را که همراه او بودند گریان دید، از دل آه کشید و سخت متاثر شد و پرسید او را کجا گذاشته اید؟ جواب دادند خداوندا بیا و ببین. عیسی گریست. یهودیان گفتند
ببینید چقدر هورا دوز داشت. اما بعضی گفتند آیا این مرد که چشمان کور را باز کرد نمیتوانست کار بکند که جلو مرگ الازر را بگیرد؟ پس عیسی در حال که از دل آه میکشید به سر قبر آمد. قبر غاری بود که سنگ پیش روی آن گذاشته بودند. عیسی گفت سنگ را بردارید. مرتا خواهر الازر گفت خداوندا حالا چهار روز از مرگ او میگذرد و بو گرفته است. عیسی به او گفت آیا به تو نگفتم که اگر ایمان داشته باشی جلال خدا را خواهی دید؟ پس سنگ را از پیش روی قبر برداشتند. آنگاه عیسی به آسمان نگاه کرد و گفت ای پدر، تو را شکر می کنم که سخن مرا شنیده ای. من می دانستم که تو همیشه از سخن مرا می شنوی، ولی به خاطر کسانی که اینجا استادند این را گفتم تا آنها ایمان بیاورند که تو مرا فرستاده ای. پس از این سخنان عیسی با صدای بلند فریاد زد ای الازر، بیرون بیا. آن مرده در حالی که دستها و پاهایش با کفن بسته شده و صورتش با دستمال پوشیده بود بیرون آمد. عیسی به آنها گفت او را باز کنید و بگذارید برود. بسیاری از یهودیانی که برای دیدن مریم آمده بودند وقتی آنچه را عیسی انجام داد مشاهده کردند به او ایمان آوردند. اما بعضی از آنها پیش فریسیان رفتند و کارهایی را که عیسی انجام داده بود با آنها گزارش دادند. فریسیان و سران کاهنان با شورای بزرگ یهود جلسه تشکیل دادند و گفتند چی باید کرد؟ این مرد معجزات زیاده می کند. اگر او را امینتر آزاد بگذاریم همه مردم به او ایمان خواهند آورد و آن وقت رومیان خواهند آمد و جا و ملت ما را خواهند گرفت. یکی از آنها یعنی قیافا که در آن سال کاهن اعظم بود گفت شما اصلا چیز نمی دانید، متوجه نیستید که لازم است یک نفر به خاطر قوم بمیرد تا ملت ما به کلی نابود نشود. او این سخن را از خود نگفت، بلکه چون در آن سال کاهن اعظم بود پیشگویی کرد که عیسی باید درای قوم یهود بمیرد و نه تنها درای آن قوم، بلکه تا فرزندان خدا را که پراگنده هستند به صورت یک بدن واحد به هم بپیوندد. از آن روز به بعد آنها نقشه قتل او را کشیدند. بعد از آن عیسی دیگر به طور آشکار در بین یهودیان رفت آمد نمی کرد، بلکه از آنجا به ناحیه نزدیک بیابان به شهر به نام افرایم رفت و با شاگردان خود در آنجا ماند. عید فصح یهودیان نزدیک بود و عده زیادی از آبادیهای اطراف به اورشلیم آمدند تا پیش از عید خود را تطهیر نمایند. آنها در جستجوی عیسی بودند و در خانه خدا با یکدیگر می گفتند او به عید نخواهد آمد، نظر شما چیست؟ اما سران کاهنان و پیروان فرقه فریسی امر کرده بودند که هر کی بداند عیسی کجاست اطلاع دهد تا او را دستگیر